محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در ثواب و عقاب بود و صفات ثواب و عقاب. در بحث سابق گفتیم ثواب و عقاب باید خالص یجب و خلوصه ما عن الشوائب، چیزی که شائبه ای درش باشه وجود نداشته باشه. حالا یه چند مورد از شوائب متصوره رو ایشون بیان میکنن و جواب میدن. بعضی ها گفتن چطور میتونه ثواب عقاب خالی از شوائب باشه؟ اولا اهل بهشت مقامات بالاتر از خودشونو میبینن یا نمیبینن؟ میبینن، ناراحت میشن. خود این ناراحتی سبب میشود که خالی از شائبه نباشه. ولی خب اطلاع که پیدا میکنه از مقامات برتر، شکی نیست. و دوم این است که اینها شکر میکنن، شکر بکنن، واجب است برشون شکر به نعم الله. خود این شکر کلفت، خود این کلفت یه شائبه است. شکر واجبه لنعم الله، شکر منعمه، حکم عقل. و این شکر که واجب است باید انجام بدند و مشقتی هست و مشقت هم شاید هست. این دو. سوم این است که ترک قبائل باید بکنن اهل بهش یا نه. ترک قبائل باید بکنن. خود این ترک قبائل هم باز مشقتی و خود این مشقت هم این شائبه ای. بنابراین اینها شواهدی پیدا می شود در نعم بهشتی. چنون نیست که اونجا هم ثواب خالی از شائبه باشه، آدم یه چیزی قاطی دارد. این خلاصه اشکال هست. اما شو جواب، اما نسبت به اولی گفتن خداوند اهل بهشت رو چنان می آفریند و چنان اینها رو قرار می دهد که اینا هر کدام قانع به اون چیزی باشن که خدا در اختیارشون قرار داده، اصلا تمنی نمی کنن بالاتر از اون و هیچ ناراحت نیستن که اون حالت رو داشته باشن. در واقع کسانی که این اشکال کردن به تعبیر من بنده عرض می کنم، نه مرحوم اعظم، اینها مثل این که با مقیاس‌های دنیا خواستن آخرت رو بسنجن، که در دنیا طبع انسان زیاد طلب. اگر تمام کره زمین هم به یه نفر بدی باز هم زیاد طلب، باز هم قانعی نیست. خیال کردن انسان در آخرت هم همون طبع زیاد طلب دنیا رو دار، پس قانع نمیشه، پس همیشه رنج. در حالی که الف بای اونجا با الف بای اونجا من هر داره فکر مؤمنین با مؤمنین اینجا مسائل اونجا نیست. کدام به حد خودشون قانه هم راضی هم راجب هم این راجب. و اما مسئله شکر و ترک قبائل اینا خیلی واضحه. اون انسان رو در قیامت قرار میده که اصلا به این شکر لذت میبره، از ترک این قبائل نشاط پیدا میکنه، مشقت نیست. باز همون تعبیر رو میتونیم اینجا بیاریم، با مقیاس های این دنیا اونجا رو اصلا بسنجن. همان گونه که اینجا ترک قبائل برای عده‌ای ترک محرمات خب احتیاج داره مبارزه با نفس، مشقت، کلفت، خیال کردن اونجا هم دیتون بودن.
نه، اونجا اصلا لذت عبد در همون ترک قواعده، لذت عبد در شکر خدا چیزی نیست که برای اون شاعبه بیاره ناراحتی تولید بکنه و بگید ثواب قاطی شد با شاعبه. نه، بعد که من بالاتر میخوام عرض کنم در دنیا هم یه عده از بندگان خدا هستن به مرحله میرسن که اطاعات برشون نشاط آفرین است و ترک قبائح و محرمات هم نشاط آفرین و زبط میکن. باز مقیاس توده مردم رو پایه قرار ندیم در مسائل. هستن کسانی از اولیاء الهی که لذت یک لحظه مناجات با او را به دنیا نمیدهند، الفت نیست برای شما. معیار و بنده قرار میدی که نماز برم یک کوهی هست، وقتی هم آدم میکنه میگه نماز کندم راحت شدم، نیست که هم تیر زندان زنجیر بود و خود راحت شد. اینطوری نیست. بله، وقت نماز خوندن میگن افسوس، وقت نماز گذشت، کاش بازم نماز. و هاگزا و باقی برای یه عده این مثال بسن بعضی ها واقعا متنفرن به مرحله این میگن که از دروغ و تهمت و نمیدونم گناهان دیگر بیزار میشه، متنفر میشه. البته این بعد از تحصیل نفس و رسیدن به مقاماتی هست انسان یک چین حالتی پیدا میکنی که اگر خدا هم نمیگفت به جا خدا هم نگفته بود این کار خلاف نمی، این دروغ نمیکرد، این زنا نمیکرد، این دروغ نمیگفت، طبیعت و ذات به هر صورت اینه که عبارت رو بخونیم تا بریم سراغ وقت بعد. قال و کل ذی مرتبت فی الجنه لا یطلب العزیز من مرتبتهی. عبارت شما چیه؟ من مرتبتهن ملتی من مرتبتهی. بله؟ لام همو نبود. لا یطلب العزیز من مرتبتهی زمین میکن زیادتر از مرتبه خودش نمید و یبلغ، این جواب اشکال اوله، و یبلغ سرورهم فی شکر الی حد انتفاع المشقه. سرورشون در شکر به حدی میرسه که مشقتی دیگه نداره. اینم جواب ثانیه. و غنا لهم و غناهم بالثواب ینفی مشقت ترک القبائح، و دنای اونها به خاطر ثواب بی‌نیاز شدن به ثواب. این نفع میکنه مشقت ترک قبائح. قبائح برای چی میخواد؟ هر چی بخواد حلالشو داره، سراغ حرامش برای چی بره؟ این درباره اهل جنت بود. اما اهل نار به اجبار ممنوعن. اهل نار لا یلجؤون الی ترک القبائح، اونها به طور اجبار به الجا ترک قبائح میکنن. در جهنم دیده بود طبیعی به جان نمیاره به اینجا اقول لما ذکرن سواب خالصانن شوائب. گفت سواب خالص از شائبه است، هیچ شائبه ناراحتی توش نیست. ورد علیه ایراد میشه در مصنف، ورد علیه ایراد در مصنف میشود ان اهل الجنه یتفاوتون درجات، اهل جنت متفاوتند در درجات. ول انقصو اذا شاهد من هو اعظم ثوابا حصل له الرم. اونی که انقص است وقتی مشاهده بکند کسی که از او اعظم ثوابا هست حاصل برش غم میشه به نقص درجه انها. دیگه من درجه از اون کمیتر است و لعدم اجتهادهی فی العباده.
یعنی قصه میخوره که چرا من اجتهاد در عبادت نکردم که به پای او برسم. قصه میخوند اینجا. ویزن اشکال دوم فی نهویت جباده همه شکر واجب است بر اونها شکر کردن لنعم الله تعالی شکر نعمت های خدا را بکنند. اول اخلال بالقبائه مسلم ترک قبائه میکنند در قیامت و فی ذالک مشقت ترک قبائه رو مشقتی برای اونها محصول میشود. و الجواب ارسل جواب ان الاول که آرزوی مقام های بالاتر باشه ان شهوت کل مکلفین مقصورتون علا ما عزب الله شهوت هر مکلفی مقصوره یعنی محدوده و اون چیزیست که داره هر کسی تقاضاش به اون اندازیست که داره ولا یعنی تمو غمناک نمیشه لفقد دل ازیت لعدم اشتهایی نه اون اشتهایی برای اون ازیت نه. و امسانی جواب دیم میکنی اما پایینی نه آرزو نه. و امسانی انهو یبلغ سرور هم شک علن نعمه الى حد ینتف المشقه معه. از دومی راجب شکر منعم این است میرسد سرور و هم یعنی اهل جنت به واسه شکر و نعمت به حدی که منتفی مشقت میشود معه با آن مشقتی دیگه نخواهد بود. و اما سرومی و اما الاخلال بالقبائه اونم مشقتی نداره فانه لا مشقت علیهم فیه یعنی در چی؟ در اخلال به قبائه لعنه تعالی خداوند متعال یغنیهم به ثواب اونها رو بی نیاز می کند به وسیله ثواب و منافعهی و منافع ثواب انفع القبیح از این که بخوان کار قبیح انجام ده. فلا یحصل لهم مشقه مشقتی برای اونها حاصل نمیشه. اما اهل نار خب جهنمی ها چطور درک میکنن؟ فانهم یلجؤون الى فعل ما یجب علیهم و ترک القبائح اونا الجاء میشوند مضطرن افعالی به جا میارن که واجب است بر اونها و ترک میکنن قبائح را. فلا یستر عنهم صادر نمیشود از اونها قبائح و لیس ذلک تکلیفن این تکلیف نیست لانه بالغ حد الالجاء استقرار بالغ حد الالجاء و یحصل من ذلک نوع من الخوف ایضاً این اجبار این استقرار این خودش یه نوع خواب و متصافی دار دروغ بگه فاش بده کفران کنه ناشکری کنه بعد این زبان همه جا ابزار همراه انسان هست چرا نمیده بعد یه جمله باز آخر اینجا بگم این جهنم و بهشت و ثواب و عقاب بودن باعث انواع اشتباهات اصلا در اونجا یک در کلی انسان پیدا میکنه که اصلا این مسائل در اونجا معنا نداره مفهوم نداره. حالا من مثال بزنم ما هیچ وقت آرزو میکنیم چرا چهار تا مسائل پنج تا جو آرزو ما حال چهار مساوی با پنج ما هیچ وقت آرزو میکنم چرا دو تا شش تا نمیشه ما حال دو تا چهار تا نمیشه فکر میشه من توی این چیزا نمیداره به چیز که ما حاله آرزوش نمیکنم فکرش نمیکنم
اهل جنت میفهمن این مقام مال این محال اون مقام بالاترین مثل که دو تا پنج دار. شما چرا من اون بالاتر نه؟ این محال دارم امکان نه به محال فرض کردیم فضلن بهش دادن با فضل و غیر فضل و اینها بالاتر از این محاله دو دو تا پنج تا هست آرزوی محال که نمی کنیم اونجا اونجا انسان واقعیت ها رو می بین وقت می بین ها اصلا خودش خجالت می کنیم که شما خود غیر از این بگه اصلا این نامعقول برش آرزو کردن اون محال راز بکرد یا مثلا فعل قبائه فرض کنید انسان اینجا هیچ وقت از اینکه دست تو آتش نمی کنه آتش رو بخوره چرا ناراحت نمیشه چرا آتش نمی کنه آتش قبائه باطنشون به ظاهر میشه اونجا آدم میدانه مثلا اگر مالیتی به اونجا بود آتش کسی آتش میخوره دروب آتش کسی آرزو میکنه که آتش رو به دهان خودش بزنه اونجا کشف غطای اونجا بسر و کلی و حلیله اونجا یوم البروزه باطن اشیاء نظاهره میشه وقتی باطن اشیاء نظاهره شد یه چیزا محاله یه چیزا اصلا حقشو که آدم میگیمه ازش نظاهره یه این من این علف با این دنیا و ما با این وقت خیال بکنیم اونجا مثلا اگر یک کار خلافی هم باشه اونجا شهرتی برای اون هست اونجا باطن کار خلاف روشنه شهرتی به کار خلاف اونجا میشه و علاقه حال اونجا تکلیف نیستی که از دلائل اینجا تکلیف هم دید این است که اونجا همه حقایق آشکار شده وقت همه حقایق آشکار شده طبعا تکلیف همه چیز انسان به طبع خودش انجام میده کسی نست که انسان تکلیف کنه تو آتش نه هیچ کس تو آتش نمیده دم آقل تو آتش نمیده سر به کشنده اینجا نه دم آقل نمیده به تکلیف اون در مراحل چیزه؟ اون در جهنم نیست اون در مراحل اولیه حساب کتاب اون قبل از در بهشت یومون حسره این در حساب بله یاد نمیشه دیگه چه رقم بگن چطوری بگن حالا اگر یه بچه تو شکم مادر عاقل باشه اونجا حالا مادرش هم بخواد برش بگه تو دنیا چه خبره مثلا میخواد یک مثلا میوه خوب رو برش ترسیم بکنه به چه زبان مثلا چی هست این مثلا خوبشه انگور رو این نمیدونم این حواکب و غذاقید دنیا رو سمجید لا بوده اگر زبانی داشته باشه در شدن باید با همون زبانی خواهی چون من سارم خواهی تشکیحاتی نهایی بگر به لا اونجای آدم نیست که نسبت به این آدم از آدم دنیا رو سمجید جنه این گذبت به تره ولی ما اون که در این زندگی هست در این زندگی میچین در کتابی من دیدم این جمله رو نوشته بود که کسی ارتباط با روح پیدا کرد و گفت این آدم چه خبره گفت ما هر چی میخواییم بگیم چیه با اون الفاظشون رو نمیشه اینم وقتی ما آنی رو میریزیم تو الفاظ شما هستیم که یه آب رو بریزیم تو غربار در میره مثلا ما آنو مفاهیم وجود توی الفاظ بند نمیشه از این الفاظ در و ما هر چند میدونیم چه خبر اونجا راه تفاهم با شما برد
این الفاظی که شما دارید قالب اون معانی بزیم توی در و الفاظ دیگری که شما ندارید به نظر این ما نمیتونید یه معنی این چیزی یا آدم ما خود این آدم باید هم اون مال مال محل ساله ساله صحبت چند نخنار این سالت که همش میکنه شما ها مال قبل قال و یجوز توقف و ثواب علا شرط و الا لعثی و لعارف و به لا تعالی خواسته یعنی مطلب یه حرف اینم روشنده بگیم تا برسیم به بحث بعد بحثی در باره این داریم که آیا ثواب میشه مشروط به شرطی بوده باشه یا نه جنب خب منشه این سوال چیه؟ منشه این سوال این است که ایمان به خدا داشته باشه پیغمبر اسلام رو نپذیره باشه این چه گست پیغمبر رو نپذیره فقط عارف به الله از اون عارف این ثواب داره یا نداره؟ نداره ثواب پس معرفت الله ثواب نداره؟ آره ولی نشه پس معرفت الله لهو ثواب اما ثواب مشروط به شرط قبول نبوت شما دیگه نداره چیزهایی که ثواب داره داره شرط باشه قال و یجوز و توقف و ثواب علا شرط جایز از توقف و ثواب بر شرطی به الا لعصیب العارف و به الا تعالی خواسته و اگر شرط نداشت باید ثواب داده بشه به کسی که عارف بالله تعالی باشه خاصه یعنی فقط عارف به خدا این خاصه قید برای کدامه؟ عارف یا بالله؟ به بالله میخوره نه به عارف نه عارف خاصه بالله عرفانش به خصوص عقول و ذهب جماعتون الى ان الثواب یجوز ان یکون موقوفا الى شرط گفتن جایز ثواب موقوف بر شرطی باشه و منعه و آخرون ادهی هم من کردن و اول هو الحق که نیتواند مشروط به شرطی باشه و دلیل علیه دلیل بر این معنا انهو لولا ذالک اگر این نبود دخان الارف بالله تعالی وحدهون مصاباً اگر لولا زالک لولا زالک یعنی چه؟ اگر این شب نبود عارف بالله تعالی به تنهایی باید مصاب بشه ما عدم نظری فی المعجزه اصلا نگاه به معجزه نکرد و عدم تصدیق به نبی اصلا تصدیق نبی نکرد و تالی باطل تالی چیه؟ مصاب بودن این عارف بدون تصدیق به پیغمبر خب اونا جوابشو دادند آن این است که منظور این است که اگر اونا هم بیان ایمان بیاورند من آمن ایمان که داشت منش این است که ایمان در بر اطاعت اسلام یعنی ثابته هرچی میخواد باشه باشه اگر بیان ایمان میدارم همه را میدارم همه هم بیاره اونایی که ثابت هست چون دام فرقه بین همه این رسوله هم تالی باطل هست مصابودن اون باطله فکر در مقدم بیان شرطیه بیان شرطیت اند المعرفه طاعت مستقله مستقله من نفسها معرفت طاعتی مستقل به نفسها خودش مستقلا یه طاعت فلولم یه توقف الثواب علیها علا شرطین لوجبت اصابت و لن سنن اگر متوقف نباشه ثواب علیها یه در چی؟ در معرفت علا شرط اگر منوط به شرطی نباشد نوجبت واجب می شود اصابت
جواب دادن کسی که لم یصدق به نبی تصدیق پیغمبر نکنه صلی الله علیه و آله و سلم حیث لم ینظر فی معجزته، چون نظر در معجزه پیغمبر نکرد. خب و اما مسئله دیگری که اون مهمه، یکی از شرایط ثواب موافات بر ایمانه. موافات بر ایمان یعنی چه؟ یعنی انسان با ایمان از دنیا برود. اگر با ایمان از دنیا نرود ثوابی نشد. در اینجا چهار قول نقل کرد. قول اول، قول کسانی هست که گفتن ثواب و عقاب همون موقعی که انسان اطاعت میکنه مستحب میشه. ثواب و عقاب به معنی اطاعته و هیچ شرط هم موافات به ایمان میشه. بی ایمان هم از کنی آدم به ثوابش میدن، بی ایمان هم به لبت ثوابش بهش میدن. یه قول، قول دوم این است که ثواب و عقاب اصلا تو دنیا استحقابش نیست، یستحق و فلحافره. دقت کنید، نه وجودش در آره، وجودش نیستندن در آره، استحقابش هم در آره، استحقاب در دنیا دو. سوم این است در حال مردن استحقاب، لحظه جان دادن استحقاب. پس اندل عمل ثواب نمیاد، آخرت نه، لحظه مرد. چهارم این است که در همون لحظه که انسان عمل به جا میاره استحقاب میاد، اما مشروط به موافات عاقبت به خیر میشه، عاقبت به شر نشه. این چهار خودشون با هم فرق داره. یکیش اصلا ثواب مشروط به چیز انسان ثواب بله مستحق میشود، ولو به بی ایمان هم بمیده، ولو کافر هم از اون بمیده. مرکوبش هم اقام میشه، بل اطاعتش هم ثواب داده میشه. قول دوم این بود که نه ثواب هستن تو دنیا می در آخرت. قول سوم این بود در لحظه مرد. قول چهارم از لحظه انجام عمل اما یک میشه. شرط چیه؟ موافقت در عمل. دلیل بر این قول چی؟ دلیلش هم آیات قرآن و این شرطه و یکفر این عمل میشه میشه عمل حق میشه. حق یعنی چه؟ حق دو سه تا معنا داره، این دو سه معنی همش قاطعه. فقط به معنی موافقت در ایمان شرط داره. یا آیه دیگر داری من یر کده من کن انبیهی فیموت و هو کافر بله فعلا که هر قد اعمال خود از کسی که از دنیا برود و کافر بمیره هر به چهار معنا برش میکنه. یک معنی سنگه که روی عبادت شرطش میدن. خلاصه دلیل برای این مسئله دلیل نقلیه، دلیل عقلی اقامه بر مسئله اشتراط موافقت ایمان نمی کنن. ولی دلیل نقلی ما دلیل محکمی قرآن که موافقت در ایمان شرط دارد. اختلاف المعتزل علا اربعت اقوال، فقال بعض اون این السباب و الاقاب یستحقان فی وقت وجود طاعت و المعصیت، در همون آن انسان مستحق صحاب اقاب شد. و اقفل القول بالموافات، قول بالموافات و باطل. و قال آخرون انا ما یستحقان فی الدار آخر، در دار آخرت استحقاق میشه، در دنیا نیست. و قال آخرون قول سوم انما یستحقان قادم اخترام، اخترام نمیشه بله مرد، اخترام مرد احترامی
مرگیست که میبرد زندگی انسان رو قبل میگه. گاهی هم البته احترام به مرگی میگوین که پیش رسه یا به مرگ پیش رس مرگ احترام میگوین، ولی در اینجا به معنی مطلق مرگ و قال مرگ. و قال آخرون انما یستحقان فی الحال بود چارمه به شرط الموافقات فی امکان فی علم الله تعالی انه یوافق طاعه ثابتا الی حال الموت. بله او الاخره استحق بها الثواب فی الحال و کذا المعصیه و امکان فی علم تعالی انه یهبط الطاعه او یتوب من المعصیه قبل الموافقات لم يستحق الثواب ولم عقاب. خب عبارت دقت کنید، پس اگر در علم الله باشه که این یوافق طاعه ثابتتن این شخص وفادار میماند به اطاعت ثابت تا که تا حال مرد، بعد در اینجا و حال ما یکی از این نظر تفاوتی نمی استحق طبعه سواب دل حال مستحق سواب دل حال میشه، یعنی اگر که علم الله تا آخر عمرش بر ایمان خواهد بود از حالا سواب میشه. این در این موصول اسمش چی میدارن؟ شرط متأخر. نمیگن از قبیل شرط متأخر دارن، یعنی چیزی به پنج روز بعد میاد شرط امر امروزه. آقا شرط متأخر ممکن است و ممکن نیست، در اصول ثابت شرط متأخر در این گونه مسائل خیلی. و کذا بالمعصیه در باب معصیت هم همین، یعنی اگر این با معصیت داخل آن میمونه توبه نمی کنه این طوری بگیر میمونه توبه نمی کنه استعقل اقابر حالا، اما اگر فی علم الله نه این تغییر حالا خیلی اقتصاد اکس و امکان فی علم این تعالا انم یه به تو طاعت طاعت و رام او یطور من المس قبل المواقع قبل المواقع لم یستحق الثواب و لذقاب استحقاب ثواب اقاب نخواهد و به ما استدل المصنف رحمت الله علیه، به اینها استدلال کرده مصنف رحمت الله علیه علی القول بالموافا. عبارت شما چیه؟ نه و به ما بله عبارت بکنید
و به ما استدلال المصنف بسیار بارد خالی از اعوجاج نیست. حالا ما اینطور یعنی به همین دو موضوع استدلال کرده است مصنف بر قول موافقت به قول مطابق. به این دو موضوعی که الان ذکر کردیم که اگر تا پایان اینطوری باشه با ایمان باشه تا پایان ایمان باشه استدلال کرده مصنف بر قول به موافقت به قول تعالی، به این دو آیه مصنف استدلال کرده. لئن اشرکت لیحبطن عملک، این استدلال اول، و به قول تعالی و من یرتد منکم عن دینی فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم. حالا بیان شه دقت کنید، هفت رو چهار تا معنی میشه براش کرد. بله، یعنی این که اگر بماند با ایمان موافقت به ایمان و موافقت به دین، یکی موافقت به ایمان یکی موافقت به ایمان. شد خفی یعنی ریا بعد از عمل نهان شده و تقریر رو قابل بحثه. چهار تا معنی برای هفت میکنن، یکیش از به سه معنی توی باید تغییر رو هم نبود. اما هم یکون از مراد به احباط منا، مراد از احباط چیه؟ کون و عمل باطل هم این هست ده بطن عملو، یعنی از اون اول باطل بود بدون هیچ خیلی شهر نمیشه، حتی مشروط به شرکت نباشه. هر دونم یه بطلان بیخه دو شهر به احتمال اولی میشه، بطلان بیخه دو شهر تو محاله بطلان مشروط به اندشتر کونون عمل باطلان منست دیگه من بیخه دو شهر این که ما دوم او ان سباب یست و تو بعد از سلوته سباب پیدا می کنیم و بعدن باطل میشه به خاطر شعر. این هم معنی دوم. این هم میگم باطل که ثواب حاصل بشه و شعر بزن خراب شه. این درست میگم من با حضای اندم خواهد بعد او ان ثواب یست خود و بعد از سجوده، یعنی خود به خود ثابت بشه ثواب خود به خود ثابت بشه بعد از سجوده. سوم او انگل کفر افتاده کفر اتفادش کنید. پس سه چیز شد تا برسیم به شده. یکی این است که اصلا ثواب خود به خود از بید نه نیاد، از اول ثواب نیاد، باطل من عرض نیاد بی خیلی دوشن که معنی نلاختر نیاد کارگون کرد. دوم این است که ثواب بیاد و به جهت ثابت بشه. این هم چه معنی؟ نه سوم این هست که شرک باطلش کنه. اول این دومی که نامه سواه اصلا نامه سواه بیاد خود به خود باطل بشه اونم نامه سواه اصلا نامه نامه بیاد خود به خود باطل بشه نامه سوم این که بیاد شرک باطلش کنه. این رو هم بعدن در وقت باطل اکثر کامون کن. این هم بود هوا ثابت بشه شرک آتشش بشه. نه عقیده ایشون در باب اثبات تکفیر ما قبول کردیم اثبات به یه معنا چون ولی اعتقادی هست به اینکه ثواب بعد از سقوط نمیشه. خب اگر این سه باطل شد تنها راهی که باقی مونه راه چهارم چیه؟ بله مشروط ثواب از اول مشروط. پس در این اشرک برای احتفال عملو نه معنیش این است که ثواب داری بعد شرک را برسته، نه از اول مشروط به شرط متعقب بود. نه در معلوم شد که معلوم نشد معلوم انشاءالله. ون اولان باطلان، اولی باطل و دومی هم باطله. چرا؟ اما اول لعنه او خود دقا بکلانون به شعر
بطلان مشروط به شرک که شما میگی بی قید و شرط باطل بشه. میگه بی قید و شرط نمیشه باطل بشه. ولعنهو شرطون و جزا، اینا شرط و جزا هستن، هر دو مال مستقبله. عبارت بکنید، هما انما یقعان فی المستقبل، این شرط جزا هست و هما این شرط جزا در مستقبل. دقت کنید بعد در عبارت رو زمان نمیدید. لئن اشرکت، این اشرکت مال حال و مستقبل، مستقبل دیگه، این شرطیه مستقبل دوست. لئن اشرکت نمالو که دیگه مستقبل دیگه، از اون مستقبل یک شرط جزا از اون مستقبل میشن. پس این که شما میگه الان باطل بشه، خود به خود باطل بشه، این درست نیست. این یه وقتی شه پیدا کردی لعدم حالا اونم میرسه. و بالاول یقتل الثانی، اولی که باطل گفتین هست دومی هم گفتین و همونده و همونده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مشروط به شعر کرده. شما میگی ثابت شد، آن دوم ثابت شد، به چه دلیل؟ به هیچ دلیل. بی خود بی خودکی که نمیشه ثابت بشه. و اما سادس، سادس هم باقی بعده ما یعطی من بطلان تحابط، بعدا خواهیم گفت حق درست نیست، یه عملی انجام شده استقابی داره، بعد این حق بشود و بین برادن. خب چالومش چیه؟ چالومش نگفته تو عبارت، حق عبارت این بود که بگه چهار تا اعتماد، سه تا اعتماد، باطل اعتماد چالوم، عبارت چالوم نگفته ایشون، ولی حق عبارت این بود میگو چالومش موافات بر ایمان این است که الان هست سوا، اما خادر هوا معلق مراعا به تعبیر اصول دین مشروط به شرط متأخر مراعا چه؟ بخونم